کشور با امنیت. ما همه با هم هستیم. کشور با امنیت. کشور ترتیب دهید. ما در این اعلامیه بر حقوق حقه خود تاکید کرده و خواهان حفظ این حقوق هستیم. ما زنان افغان در احقاق حقوق خود مصر، هماهنگ و استوار هستیم. طی هفته های اخیر تا کنون خبری از امکان حضور زنان در ادارات دولتی و خصوصی، دانشگاه ها و مکاتب و عرصه های اجتماعی نیست. حضور زنان در متن جامعه با اما و اگر و اختلاف همراه است. حق تحصیل و کار، آزادی، حضور در عرصه عمومی، فعالیت های اجتماعی و سیاسی، برخورداری از مسئولیت، آزادی و امنیت همواره خواست ما بوده و همیشه هست. زنان باید در عرصه های سیاسی، اجتماعی و رهبریت حضور داشته باشند. ما برای به دست آوردن این حفظ و حفظ این مهم سالها تلاش کرده ایم و چشم پوشی از آن برای ما محال است. ما اکنون در افغانستان با جمعیتی از زنان روبرو هستیم که تحصیل کرده، آگاه و با ظرفیت اشتراک در جامعه هستند. با این جمعیت قرار است چه معامله ای شود؟ این برای ما غیر قابل قبول است. حضور ما تنها در مکاتب، دانشگاه ها و مراکز صحی ضروری نیست. ما زنان نیمی از جامعه افغانستان هستیم و حضور ما در عرصه های عمومی از قبیل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و فعالیت در آنها ضروری است. چیزی غیر از این برای ما پذیرفتنی نیست. محدودیت و ممانعت برای ما غیر قابل پذیرش است. چگونه ممکن است با وضع قوانینی که در آن نه کرامت انسانی رعایت می شود و نه حقوق زنان بتوان به عدل و انصاف رسید؟ تجربه نشان داده که حذف زنان با هر داعیه و دلیلی تنها به سقوط جامعه و حکومت می انجامد. هر گونه محدودیت قدمی برای فروپاشی اجتماعی و سیاسی است. محرومیت آموزشی، اقتصادی و سیاسی زنان نماد استبداد، تبعیض و خشونت است. ما نظامی که ما را حذف می کند و حقوق ما را نادیده می گیرد نمی توانیم بپذیریم. حفظ حقوق زنان خواست ما هست. ما خواهان حمایت و نظارت جامعه جهانی هستیم. ما خواهان اشتراک در تصمیم گیری های کلان حکومتی هستیم. ما خواهان بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها و برخورداری از تمام امکانات آموزشی هستیم و ما خواهان حق برخورداری از امنیت و آزادی هستیم. امنیت شامل امنیت روانی ما، امنیت شغلی ما، امنیت زندگی ما، امنیت تحصیلی ما هست.